به نام خدا وند جان و خرد که از این برترن دیش بر نگذرد خدا وند نام و خدا وند جان خداوند روزی ده و رهنما. به نام خداوند جان و خرد، همه رخش اندیشه را زین کنیم، جهان را به شهنامه آذین کنیم. هر آن کس که شهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. ز گفتار دهقان یکی داستان، به پیوندم از گفته باستان. درود بر شما خانم ها آقایان، دوستان عزیز، امیدوارم که خوش و تندرست باشید. در خدمت شما هستم با برنامه دیگر از شرح داستانهای شاهنامه. سرمستر داستان در نظر دوستان، داستان به آنجا رسید که گیو در پی پیغام سروش مأمور یافتن کیخسرو در توران زمین شد، چرا که این کیخسرو نیکنام پسر سیاوش است که باید پادشاه آینده ایران زمین شود و کین سیاوش بگیرد و سرزمین ها آباد کند. گیو 7 سال در توران زمین در بدری و گرسنگی کشید، آب شور خورد، رنجها دید، تا سرانجام کیخسرو و مادرش فرنگیس رو پیدا کرد. طبق وصیت سیاوش که شبرنگ بهزاد، اسب سیاوش، اسب باوفای سیاوش، باید مرکب و راهبر کیخسرو باشد، اسب رو یافتند و به 1000 مکافات فرار کردند. اما همچنان در مرزهای توران گرفتارند و گرفتار تعقیب و گریز. ببینیم گفتار اندر آگاهی یافتن پیران ویسه وزیر اعظم دربار توران از فرار کیخسرو. خبر رسید که گیو یل از ایران آمده و خود رو به خسرو و فرنگیس رسانده و اکنون فرار کردن سمت ایران. پیران سخت غمگین شد، به خود لرزید. از پهلوانان گلباد و نستیهن رو مأمور کرد با 300 سوار بروند به دنبالشان. گفت سر گیو را بیاورید، فرنگیس باید به خاک شود، که خسرو شوم را بسته بیاورید. گفت اگر آب بگذاردان بد نشان، چه آورد بدین مرز و این سرکشان. از آب بگذرند کار ما یک سره است. سپاهیان از پیر و جوان به دنبال کیخسرو. از آن طرف کیخسرو و فرنگیس خسته از رنج راه به خواب و استراحت، گیو پاسبانی می داد. از دور گرد سپاه دید، شمشیر رو کشید، یک نعره از بن جگر زد به سپاه. زمانی به خنجر، زمانی به گرز، همی ریخت آتش ز پولاد برز. آنقدر زد، آنقدر کشت، تورانی ها سرگشته و حیران. و از آن پس گرفتندش اندر میان، چنان لشگری گشن و شیری جیان. نیزه ها سر به فلک، گلباد پهلوان تورانی به نستیهن گفت. نستیهن یکی دیگر از برادران پیران ویسه است. گلباد گفت این کوه خاراست یا چه؟ نمی فهمم. القصه همه خسته و بسته فراری آمدند پیش پیران، همه دشت پر از کشته. گیو برگشت سمت کیخسرو و فرنگیس، سراپا خونین. بدو گفت کی شاه دل شاد دار،
خرد یاد دار و تن آباد دار. یکی لشکر آمد پس ما به جنگ، چو گلباد و نستیهن تیز چنگ. چونان باز گشتند هر کس که زیست، که بر یال و برشان بباید گریست. از او شاد شد خسرو پاک دین، ستودش فراوان و کرد آفرین. چیزی خوردند و به راه افتادند، چو ترکان به نزدیک پیران شدند. چونان خسته و زار و گریان شدند، پیران خشمگین و آشفته به گلباد گفت این چه شگفتی است؟ با گیو و خسرو چه کردید؟ گلباد گفت پهلوان، اگر بگویم گیو با سپاه ما چه کرد، از جنگ سیر می شوی. تو فراوان مرا در جنگ دیده ای، می دانی در میدان نبرد چگونه ام. اما این گیو بیش از هزار تن را حریف است. سرش مانند سندان است، بر و ساعدش چون پیل مست. من آورد رستم بسی دیدم، ز جنگاوران نیز بشنیدم. به زخمش ندیدم چنان پایدار، نه در پیچش و گردش کارزار. و گفت و گفت و گفت که گیو پیلیست مست. برآشفت پیران بدو گفت بس، که ننگست از این یاد کردن به کس. نز یک سوار است چندین سخن، تو آهنگ آورد گردان مکن. تو رفتی و نستیهن نامور، سپاهی به کردار شیران نر. کنون گیو را ساختی پیل مست، میان یلان گشت نام تو پست. چو زین یابد افراسیاب آگهی، بیندازد از سر کلاه مهی. که دو پهلوان دلیر با چنان لشکری، از پس یک سوار بر نیامدند. و آن یک تن این همه توری بکشت. گواژه بسی باشدت با فسوس، نه مرد درفشی و پیلان و کوس. ببینیم گفتار اندر شدن پیران ویسه به دنبال گیو و کیخسرو و فرنگیس. پیران هزار سوار دلیر جدا کرد، گفت شب و روز باید بتازید، که گر گیو و خسرو به ایران شوند، زنان اندر ایران چو شیران شوند. نماند بر این بوم و بر خاک و آب، و از این داغ دل گردد افراسیاب. به گفتار او سر برافراختند، شب و روز یک سر همی تاختند. از آن طرف گیو و شاه و فرنگیس، در یک گودی یا نشیبی ژرف، اما پهناش کوتاه. گیو و شاه خواب بودند، فرنگیس نشسته در پیشگاه. چشمش افتاد به درفش سپاه توران، دوید گیو و کیخسرو رو بیدار کرد. به گیو گفت ای مرد رنج دیده، تو را گر بیابند بی جان کنند، دل ماز درد تو پیچان کنند. مرا با پسر دیده گردد پراب، برند بسته نزدیک افراسیاب. نمیدانم چه بر سرمان می آید. بدو گفت گیو ای سر بانوان، چرا رنج کردی بدین سان روان؟ تو با شاه برشو به بالای تند، ز پیران و لشکر مشو هیچ کند. جهاندار پیروز یار من است، سر اختران در کنار من است. بدو گفت که ای خسرو ای رزم ساز، کنون کار من بر تو بر شد دراز. ز دام بلا یافتم من رها، تو چندین مشو در دم اژدها. کنون من به دشت جنگ می روم. گیو گفت ای شاه، پدر پهلوان است و من پهلوان.
به شاهی نپیچد نژاد و روان. برادر مرا هست 78 جهان شد چو نام تو اندر گذشت. بسی پهلوان است و شاه اندکی، چه اندک که پیدا نبینم یکی. اگر من شوم کشته دیگر بود، سر تاجور باشد افسر بود. چقدر زیبا و وفادارانه صحبت میکنه با کیخسرو، میگوید پهلوان چون من بسیار است، اما کیخسرو یکیست. اگر تباه شود چه کسی شایسته تاج و تخت ایران است؟ رنج 7 ساله من به باد می رود. تو به کوه برو، جهان آفریننده یار من است. در پوشید زد به دشت، از این طرف گیو، از آن طرف لشکر جرار توران. گیو یک نعره از بن جگر کشید، برآشفت پیران و دشنام داد. بدو گفت که ای بدتن بدنژاد، تو تنها بدین رزمگاه آمدی، دلاور به پیش سپاه آمدی. سزایت نوک ژوپین است، تنت چاک چاک خواهد شد. یکی داستان زد هژبر دمان، که چون بر گوزنی سر آید زمان. زمانه بر او دم همی بشمرد، بیاید دمان پیش من بگذرد. زمان تو به دست من است. گیو گفت سپهدار، سزد که بیایی. شما 1000 تنید، من 1 تن. ببین چگونه سرتان را به زیر گرز می آورم. این روحیات پهلوانی خیلی حیرت انگیز هست که در ناامیدانه ترین شرایط پهلوانان و عیاران کم نمی آوردند. به ویژه یکی از سلاح‌های ایشان قدرت کلام بود و بازی با کلمات و رجزخوانی اونها بود که با این کار روحیه حریف رو ضعیف می کردن یا با روح و روانش بازی می کردن. در اینجا، یعنی در بخش روبرو شدن پیران و گیو، یک بخش افزوده‌ای هست که اشاره داره به مسئله گیو و اینکه داماد جهان پهلوان رستم هست و بانو گشسپ دختر جهان پهلوان همسر گیو، و اینکه رستم از بین همه پهلوانان گیو رو پهلوان پهلوانان میدونه و میبینه و اون رو به عنوان دامادی خودش انتخاب میکنه. بانو گشسپ هم از زنان جنگجو پهلوان شاهنامه است، دختر رستم، که مختصر در شاهنامه به او اشاره شده، اما بعدها شاعر دیگری آمده داستان رو مفصلتر گفته با نام بانو گشسپ. نامه بسیار هم زیباست. خب از این رجز چو بشنید پیران برآورد خشم، دلش گشت پر جوش و پر آب چشم. پیران زد به اسب، زد به میدان گیو. گیو پیچید و گریزان از رودخانه و از دشت دور شد. در واقع ترفند جنگی زد. پیران به دنبال او به این ترتیب از لشکرش دور افتاد. گیو برگشت کمند انداخت، کشیدش به بند انداخت به خاک، با خفت دو دستش ببست. سلاح پیران رو پوشید، درفش پیران رو گرفت، رفت به سمت آب گلزریون یا رودخانه گلزریون. گیو پیران رو به خواری پیاده ببردش کشان، دوان و پر از درد چون بیهوشان. چون این گفت کین بد دل بی وفا، گرفتار شد در دم اژدها. سیاوش به گفتار او سر بداد، گرو گشت باد این شود نیز باد. پیران با دیدن شاه کیخسرو بر او آفرین کرد، زمین ادب بوسید و خروشید فغان کرد. همی گفت کی شاه دانش پژوه، چو خورشید تابان میان گروه.
تو دانسته ای درد و تیمار من، ز بهر تو باشا پیکار من. تو میدانی من برای نجات تو چقدر با افراسیاب پیکار کردم. مرا از این اژدها خلاص کن، گیو خیره به کیخسرو تا فرمان چه باشد. فرنگیز چشمها پر از اشک، زبان به نفرین پدرش افراسیاب. به گیو گفت ای سرافراز، تو رنج بسیار کشیدی و راه دراز آمدی. چنان دان که این پیر سر پهلوان، خردمند و راد است و روشن روان. پس از دادگر داور رهنمون، بدان کو رهانید ما را ز خون. پس از خداوند پیران جان ما را نجات داد از دست بد اندیشان. گیو گفت ای سر بانوان، من سوگند خوردم به ماه، به تاج و به تخت، که اگر روزی دستم به این رسید خونش بریزم. بدو گفت که خسرو ای شیر فش، زبان راز سوگند یزدان مکش. کنون دل به سوگند گستاخ کن، به خنجر ورا گوش سوراخ کن. چو از خنجرت خون چکد بر زمین، هم از مهر یاد آیدت هم ز کین. بشد گیو و گوشش به خنجر بسفت، ز سوگند برتر درشتی نگفت. قطره ای از خون پیران بر زمین چکید و به این ترتیب سوگند گیو برآورده شد. پیران گفت ای شاه، من چگونه بی از پیش سپاهم برگردم؟ گیو گفت به شرطی اسب تو را میدهم که دو دستت ببندم و تو سوگند خوری. سوگند یاد کنی که هیچ کس دست تو باز نکند جز همسرت گلشهر، که میدانم بزرگ بانوان توست. پیران سوگند خورد و او را دست بسته سوار بر اسب کردند. ببینیم گفتار اندر آگه شدن افراسیاب از گریختن کیخسرو و فرنگیز. فریگیز یا فرنگیز همونطور که پیشتر گفته شد دختر افراسیاب است، همسر سیاوش و مادر کیخسرو، زنی جوان زیبا، شوهر دوست، مهربان و فداکار برای شوهر و فرزندش کیخسرو. زنی است رنج کشیده که زحمات طاقت فرسای بسیاری میکشه تا این امانت از پیش تعیین شده، یعنی کیخسرو رو به ایران زمین برسونه برای پادشاهی ایران. یک نماهنگ کوتاهی ببینیم پیرامون زنان اسطوره‌ای، برمیگردم. Thank you.
افراسیاب خشمگین نعره زد، یک جنگاور بین شما نبود؟ یک نفر از ایران برسد و از این همه سپاه بگذرد، چه کسی به آن دیوزاد خبر برد؟ هرگز مباد، هرگز مباد که دیگر به پند پیران گوش کنم، که برد آگهی نزد آن دیوزاد، که کس را دل و پند پیران مباد. اگر خاک بودیش آموزگار، ندیدی دو چشم من این روزگار. سپهرم گفت ای شهریار، یکی گیو گودرز بودست و بس، سوار ایچ با او ندیدیم کس. ستوه آمد از جنگ یک تن، سپاه همی رفت گیو و فریگیس و شاه. افراسیاب با شنیدن این حرف، با سپاه بسیار به تاخت رفت در پی اونها. در راه دید پیران ویسه داره میاد با سر و ریش و یال کوپال اسب همه پرخون. فکر کرد گیو دستگیر شده و پیران برای آوردن خبر پیروزی داره پیشتر و از جلو میاد. نزدیک شد، دید دو دستش بسته است به زین، ناراحت گفت چه شده؟ بدو گفت پیران که شیر ژیان، نه درند گرگ و نه ببر بیان، نباشد چنان در صف کارزار، کجا گیو تنها بوده ای شهریار. آنطور که گیو به جنگ آمد، نهنگ از ترس در دریا بسوزد. و گفت و گفت و گفت و گفت که سوگند خورده که هیچ کس دستش باز نکند مگر همسرش گلشهر. چو بشنید گفتارش افراسیاب، به دیده ز خشم اندر آورد آب. یکی بانگ برزد ز پیشش براند، بپیچید پیران و خاموش بماند. وزان پس به مغز اندر افگند باد، به دشنام و سوگند لب برگشاد. که گر گیو گودرز و آن دیوزاد، یعنی کیخسرو، شوند ابر غرند از توند باد، من به زیرشان میکشم، میانشان ببرم به شمشیر تیز، به ماهی دهم تا کند ریز ریز. چو کیخسرو ایران بجوید همی، فریگیس باری چه جوید همی. لشکر کشید به سمت جیهون، به هومان گفت شتاب کن، انان مکش تا برسی لب رود. که چون گیو خسرو ز جیهون گذشت، همه رنج ما باد گردد به دشت. نشان آمد از گفته راستان، که دانا بگفت از گه باستان، که از تخمه تور و از کیقباد، یکی شاخی زد زهر دو نژاد، که توران زمین را کند خارسان، نماند بران بوم و بر شارسان. همان پیشگویی که پیشتر هم بهش اشاره شد، شاهی از هر دو نژاد، نیمه ایرانی نیمه تورانی، که کیخسروست. ببینیم گفتار اندر رسیدن کیخسرو و مادرش و گیو به کنار جیهون. آمدند که در گذر از رودخانه شتاب کنند. مسئله از آب گذر کردن شاهان با فر و فر ایزدی و فر پادشاهی، سوار بر اسب راهوار و اسب وفادارشون، برای رسیدن به مقصد و مقصود غایی، مقصد و مقصود نهایی و عالی که از پیش تعیین شده، همیشه در داستان اسطوره ها مهم و مقدس بوده. فریدون هم سوار بر اسبش گلرنگ از آب گذر کرد. در اینجا اینها با رودبانان، با کسانی که صاحبان کشتی هستند، بحثشون میشه. گیو به رودبان میگه که باج، اگر میخواهی زودتر بگو که ما وقت نداریم، بگذار سوار کشتی شویم. باج دار یا رودبان میگه که من چهار چیز به عنوان باج میخواهم.
یک زره تو، دو این اسب سیاه، سه این زن زیبا و چهار آن تاج. بدو گفت گیو ای گسست خرد، سخن زان نشان گوی کندر خورد. هر باج اگر پادشاه باشد و مادر شاه و شبرنگ بهزاد و زره من، نه نیزه نه شمشیر هندی نه تیر، همی باج خواهی به دین آبگیر. کنون آب ما را و کشتی تو را. گیو رو کرد به کیخسرو، بدو گفت گیو ار تو کیخسروی، نبینی از این آب جز نیکویی. فریدون که بگذاشت اروند رود، فرستاد تخت مهی را درود. جهانی سراسر شد او را رهی، که با روشنی بود و با فرهی. چندی شگر شاه ایران تویی، سوار دلیران و شیران تویی. مر این آب را کی بود بر تو راه، که با فر و برزی و زیبای گاه. اگر من شوم غرقه یا مادرت، گزندی نباید که آرد سرت. ز مادر تو بودی مراد جهان، که بیکار بود تخت شاهنشهان. مرا نیز مادر ز بهر تو زاد، از این کار بر دل مکن هیچ یاد. افراسیاب برسد مرا زنده بردار می کند، تو را و فرنگیس را به آب می اندازد تا خوراک ماهیان شوید. کیخسرو گفت پناهم یزدان فریاد رس است. از اسب پیاده شد، رخ بر خاک گذارد. همی گفت پشت و پناهم تویی، به آب و به خشکی به راهم تویی. یزدان پاک بگفت این و بر پشت شبرنگ شد. به چهره به سان شباهنگ شد. به آب اندر افگند خسرو سیاه اسب پدر، چو کشتی همی ران تا باژگاه. پس او فریگیس و گیف دلیر، برون شد ز جیهون و از آب چیر. به دانسو گذشتند هر سه درست، جهانجوی خسرو سر و تن بشست. بران نیستان بر نیایش گرفت، جهان آفرین را ستایش گرفت. به نیروی یزدان نیکی دهش، هر سه تن از آب جیهون به سلامت گذشتند. چنان که پنداری سوار بر شانه های آب بودند. آب این پیوند دهنده آسمان و زمین، آب این مایه زندگانی، آب این مقدم بر روان. و کس وارد قلمرو ربانی نخواهد شد، مگر آنکه از آب و روان زاده شده باشد. آب و روان. ببینیم ماجرا به کجا می انجامد. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دگر.